پیغمبر وقتی میگه انا و علی و ابا و هذه الامه، هر کی میگه اشهد و ان علی و ولی الله جزء این خانواده است. اونا که بابا هستن میدونن من چی میگم. پدرها یه وقت بدترین پسر رو داره، بدترین اولاد رو داره، گاهی نفرینش هم میکنه، میگه دیگه نمیخوام ببینمت. اما همون موقع که داره نفرینش میکنه، اگه بهش بگن پسرت تصادف کرد ناخودآگاه میگه کجاست، چی شد؟ چون پاره تنشه. ببین بد کرده، بابا داره نفرینش میکنه، گاهی میگه من از ارثم محرم، اما نمیتونه ببینه یه خار تو پاش میره. الان من او اولادم، خیلی امام زمانمو ناراحت کردم، اما وقتی دلم میگیره مهدی میگه دل منم میگیره. وقتی شما مریض میشید منم مریض میشم. وقتی شما ناراحت میشید منم ناراحت میشم. چیکارتون کنم؟ بچمید دیگه، چیکارتون کنم؟ عضو بدن من، چیکارتون کنم؟ مال یه خانواده اینجوری، اینطوری. آره عزیزم، جوونی میگذره، قربونتون برم. برو ببین چقدر خوشتیپا بودن. زمان گذشت، شبا روز شد، روزا شب شد، هفته ها ماها سالها گذشت. کم کم صورت اون صاف چروک برداشت، موهای سیاه بله سفید شد. من نمیدونم کی حالی بعضی جوونا کرده که میگه آقا جوونیم دیگه، جوونیم. خب بابا میگه علی اکبر جوون نبود، میگه علی اکبر جوون نبود که لقمه لقمش کردن. کی گفته جوونی یعنی گناه؟ کی گفته هر کی جوونه اجازه داره هر چی دلش میخواد بگه، هر کاری دلش میخواد بکنه؟ کی این تفسیرها رو جوونی گفته؟ کی گفته؟ کدوم بی پدری گفته جوونی یعنی هرزگی؟ کی گفته؟ خب جوونی که باش، نمیتونی جوون باشی علی اکبری زندگی کنی؟ نمیتونی مثل اسماعیل زندگی کنی؟ هر زنده ابراهیم نمیتونی مثل قاسم زندگی کنی؟ رفقا وقتی سر بریده قاسم رو بر نیزه کردن، وقتی وارد کوفه شد، هر کی سر بریده این بچه 13 ساله نمیدید میگو الله اکبر، مثل ماه میدرخشه، آثار سجده رو پیشانی رو نور پیشانیش مطلق علی بود. نوجوان بود، جوان بود، اما سیما داد میزد عبد صالح خدا، جوان باش، شاد باش، خیلی هم خوب زندگی کن، خوب لباسم بپوش، اما گناه نکن. جوان به معنای هرزگی نیست قربونت برم. حالا هر کاری دلت میخواد برو بکن، ولی حواست باشه زمستون بله تموم میشه، اینا همش میگذره، برای گذشتهان هم گذشت، اما سیاهیش به زغال میمونه. بچه به اول قبل آدم روش نمیشه به مولا نگاه کنه، ببخشین و شب اول قبل دیگه توقع نداشته باش حسین سر جدا بیاری، دیگه توقع نداشته باش از زهرا بیاد بگه گریه کنه حسینم بیا بریم. حضرت زهرا میگه چادر من خاکی شد که تو لباست با خاک گناه خاکی نشه. زینب میگه من بیبی میگه سیلیا رو از کربلا تا شام سیلی رو تحمل کردم، تازیانه رو تحمل کردم، اما حاضر نیستم تازیانه ای که تو به من میزنی رو بفهمم و تحمل کنم. تو چرا تازیانه میزنی؟ من زنجیره رو خوردم که تو به زنجیره نفس اسیر نشی. زینب میگه من به اسارت رفتم که تو اسیر نفس نشی. علی اکبر میگه من اربن اربا شدم تا تو به فهمی جوانی یعنی چی. استاد ما فرمود علی اکبر جلو باباش مثل مرغ سرکنده هی پایین و بالا میافتاد تا جون داد، و حسین نگاه کرد پسره چجوره هی پا رو زمین میکرده، هی میگو بابا بابا اینقدر پا رو زمین کشید تا جون داد.
حسین اون پا رو زمین کشتن علی اکبر رو تحمل کرد که من و شما پامون به ملس گناه نرسه. ما دیگه لگد نزنیم به ارباب. چرا از وقتی به گناه میرسن ولو میشن؟ چرا فکر میکنن زندگی یعنی گناه، جوانی یعنی گناه، شادی یعنی گناه؟ به خدا آدم میتونه قشنگ زندگی کنه، از جوانیش استفاده کنه، رفقای خوب. من طرف رو دیدم الله اکبر خیار مثلا میخوره نمک نمیزنه. یا آقا چرا نمک نمیزنه؟ میگه من فشار خون دارم. نمک دکتر گفته فشار خون رو میبره بالا، بده برا من. بعد اینم خیلی راحت غیبت میکنه، چشرونه میکنه، گناه میکنه، نجس میخوره. میگم ببین اگه نمک فشار خونتو میبره بالا، گناه هم فشار قبرتو میبره بالا. فقط نمکه پریز نکنه، گناه مریض کن. میگذره این شبا، میگذره این دنیا، میگذره. اما سیاهیش به زغال میمونه. میشه بچه ها سالم زندگی کرد، میشه قشنگ زندگی کرد. روز قیامت نمیتونی بگی آقا این جامعه ما خراب بود. خب باش، مگه زمان ائمه جامعه خراب نبود؟